سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های جهانی به اعدام کشتیگیر ایرانی نوید افکاری شبانه به خاک سپرده شد. همه ما و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بامی از بهراد آمده که از هر فرصتی که پیش میاد استفاده خوب صورت بگیره. در آستانه مذاکرات رسمی طالبان و دولت افغانستان، عبدالله عبدالله میگوید توقع‌ها بالاست اما همه مشکلات ظرف چند روز حل نمی‌شود. آغاز حمله تازه به داعش در غرب عراق، 8 شعبی با حمایت ارتش عملیات انجام می‌دهد. آزادی! و خشم عمومی در پاکستان پس از تجاوز گروهی به یک زن، یکی از دو متهم فراری خود را تسلیم کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران نوید افکاری، کشتیگیر جوانی که به اتهام کشتن یک مامور امنیتی اعدام شده بود، دیشب به خاک سپرده شد. او گفته بود که بیگناه است و زیر شکنجه وادارش کردند به قتل اعتراف کند. اعدام نوید افکاری واکنش‌های جهانی داشته و بسیاری از مردم، ورزشکاران و چهره‌های فرهنگی و سیاسی آن را محکوم کردند. اما با وجود واکنش‌های داخلی و خارجی، جای این خبر در صفحه اول اکثر روزنامه‌های ایران خالی بود. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. خاکسپاری نوید افکاری با تدابیر شدید امنیتی و این پیکر بیجان او ساعتی پس از اعدام. در دل شب تلاشی شاید تا بی هیاهو برگزار شود، اما مانع این زجه ها نشد. کشتیگیر 27 ساله ایرانی که روز قبل بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شد، جوانی که می گفت بی گناه است. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. اعدام نوید افکاری که در ایران و جهان واکنش‌های گسترده داشت، در صفحات اول روزنامه‌های این کشور اما جایی نداشت. تیتر یک اکثر روزنامه‌ها درگذشت آیت الله یوسف ثانی و حکم زندان اکبر طبری. در میان روزنامه‌های مطرح تنها اعتماد خبر را با عکسی از این کشتیگیر کار کرد. روزنامه مردم سالاری هم در گوشه‌ای بسیار کوچک به خبر پرداخت. وطن امروز مانند بقیه رسانه‌های نزدیک به حکومت از واژه قصاص به جای اعدام استفاده کرد و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از کارزاری که علیه اعدام نوید افکاری به راه افتاده بود شدیداً انتقاد کرد. نه تنها روزنامه ها که سیاستمداران سرشناس ایران هم از اظهار نظر پرهیز کردند. درباره اعدامی که واکنش های جهانی داشته، از جمله سیاستمداران آمریکایی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با هشتگ فارسی نویدمان را کشتند، این اعدام را محکوم کرد. اعدام نوید افکاری به دست رژیم ایران یک عمل وحشیانه و ظالمانه است. ما آن را شدیداً محکوم می‌کنیم. این تعرضی خشم‌آور به حیثیت انسانی حتی با استانداردهای این رژیم است. صدای مردم ایران خاموش نخواهد شد. جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، هم گفت که این اعدام خلاف عدالت بود. اعدام بی‌رحمانه نوید افکاری خلاف عدالت است. هیچ کشوری نباید معترضان یا فعالان مسالمت‌جو را دستگیر، شکنجه یا اعدام کند. ایران باید سایر زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده و آمریکایی‌هایی که غیر عادلانه دستگیر شده‌اند را آزاد کند. نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت شد. به اتهام محاربه و قتل حسن ترکمان، کارمند حراست سازمان آب که گفته می شود مأمور امنیتی بوده، به اعدام محکوم شد. دو برادر او، وحید و حبیب، هم حکم 54 و 27 سال زندان گرفتند. حکم اعدام نوید افکاری طبق روال رایج با اعترافات شبه انگیز تلویزیونی همراه بود. اعترافاتی که بعدن گفت تحت شکنجه از او گرفتند. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیم و فریاد زدم. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم،
بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ نوید افکاری تنها امیدش به نجات اعتراض‌ها به حکم اعدامش بود. اعتراض‌هایی که نتیجه نداد، اما همچنان ادامه دارد. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز ایرانی، همزمانی روز اعدام با روز سینما را تقدیر نامبارک خواند. وکیل نوید افکاری که گفته بود اجرای حکم با عجله بوده، حالا میگوید تنها امیدش لغو مجازات اعدام است. نخواستم صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن. نوید افکاری اعدام شد، اما جمله‌های آخر او حالا روی دیوار خیابان‌های ایران حک شده. پرهام قبادی، بی بی سی. همانطور که گفته شد، بعضی از چهره‌های مشهور فرهنگی و سیاسی هم به اعدام نوید افکاری واکنششان دادند. از جمله گلشیفته فرهانی، بازیگر، نوشته تناب برگردن ایران است، ایران جان ندارد. مهناز افشار، بازیگر، گفته امان از روزی که ظرفیت خاک از گرفتن تن این همه بیگناه لبریز شود. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، هم نوشته مادر نوید افکاری چه می کشد؟ این همه ظلم بس است. رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، گفته که اعدام نوید افکاری وحشت ایجاد نکرده، طوفانی از خشم و نفرت همه جا را پر کرده. صادق زیبا کلام، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم گفته نگاهشان اینگونه بوده که افکار عمومی برای ما خیلی اهمیتی ندارد. مصطفی تالساده، دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب، هم خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته آقای رئیسی، دلیل این همه عجله برای اعدام نوید افکاری را توضیح دهید. همکارم رجا اسدی هم بعضی از واکنش ها رو دنبال کرده با ماست. رجا، تو چه واکنش هایی دیدی؟ باران، همطور که گفتی از کاربرهای معمولی گرفته تا سیاستمداران و مقامهای سیاسی تو سراسر دنیا به اعدام نوید افکاری واکنش نشون دادن. در بین کاربران ایرانی بحث‌های مختلفی در گرفته، از جمله اینکه چطور میشه گفت که قوه قضاییه مستقله، چون بعضی گفته بودن که شاید اگر ماجرا رو انقدر شلوغ نمی‌کردین و مثلا کمپین جهانی راه نمی‌افتادین که اشخاص که خیلی مهم هستن مثلا ترامپ توییت نمی‌کردن در این مورد، شاید اونو انقدر عجولانه اعدام نمی‌کردن. به خاطر همین بعضیا در واکنش به این بحثی که مطرح شده میگن مگر نه اینکه حکومت ایران همیشه گفته قوه قضاییه مستقله، پس چرا باید کمپین‌های جهانی روش تأثیر بذاره؟ بعضی از وکلا هم درباره تخلفات حقوقی و انضباطی قاضی و دستاندرکاران اجرای حکم نوید افکاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. واکنش‌های مختلف در بین ورزشکاران هم بوده که ورزشکارا و هنرمندا هم بوده. حالا تو به چند تا از هنرمندها اشاره کردی. یک واکنش که خیلی در بین کاربران ایرانی دست به دست میشد مربوط میشه به یک ویدئوی ورزشی. داستان از این قراره که بابی گرین، یک ورزشکار حرفه‌ای UFC در شاخه رزمی ترکیبی، که بعد از اینکه یک مسابقه رو میبره، در مصاحبه مطبوعاتیش با خبر میشه که نوید افکاری رو اعدام کردن و تو همون مسابقه مطبوعاتی به هم میریزه و میگه خیلی ناراحت شده و قلبش شکسته شده و فکر میکرده که میتونن جون نوید افکاری رو نجات بدن. چون اینجا اشاره کنم که خیلی از ورزشکارها قبل از اعدام نوید افکاری توی کمپین جهانی شرکت کرده بودن برای توقف اعدام اون و حالا همه ابراز تأسف میکنن و باور نمیکنن. مثلا خود UFC هم که معروف ترین سازمان برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبیه، عکسی از نوید انداخته با تاریخ تولد و مرگش به میلادی در حسابش که خیلی حساب پرطرفداری، فکر میکنم 6 7 میلیون فالوئر داره. اما در بین ورزشی ها هم یک مقامی یک توییتی کرده که خیلی واکنش برانگیز شده. رئیس فدراسیون فوتبال اردن به نام علی الحسینی نوشته که نوید به قتل رسید بدون اینکه یک دادگاه آزاد و منصف براش برگزار بشه و بعد آقای حسینی خواسته که ایران از همه رقابت‌های جهانی محروم بشه، رقابت‌های ورزشی جهانی محروم بشه. این درخواستی که خیلی کاربران دیگه هم به نوعی مطرح کردن با خطاب دادن مسئولان بین‌المللی کمیته بین‌المللی المپیک یا فدراسیون‌های مختلف ورزشی. خیلی ممنونم ازت رجا اسدی با ما.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است فردا در دوحه قطر گفتگوهای رسمی درباره آینده جنگ و صلح در افغانستان را آغاز کنند. گفتگوهایی پر از چالش که پیش بینی می‌شود زمان زیادی طول بکشد. امروز عده‌ای از نمایندگان دو طرف در حال گفتگو برای مشخص کردن موضوعات اصلی مذاکرات صلح هستند. علی حسینی از دوحه گزارش می‌دهد. در دومین روز مذاکرات صلح افغانستان، گروه‌های تماس دو طرف در همان هتلی که هیئت‌های مذاکره کننده حضور دارند با هم می‌نشینند. در گروه تماس طالبان، شیر محمد عباس استانگزی، مولوی عبدالکبیر، مولوی قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور و مولوی نورالله نوری هستند. و در طرف مقابلشان در گروه تماس محمد معصوم استانگزی، احمد نادر نادری، زرار احمد مقبل، فوزیه کوفی، مولوی عنایت الله بلیغ، محمد ناطقی و خالد نور حضور دارند. این دو گروه تماس چه کار میکنند؟ کار اونها ایست که پیشنهاد کنند روی چه برنامه‌ای و چه روی چه موضوعاتی بحث کنند. پس از این که گروه های تماس به نتیجه رسند که اجندای کاریشان و برنامه کاریشان چه موضوعی باشند، هیئت‌های دو طرف وارد مذاکره میشه. تا اینجای کار ما می‌دانیم که از طرف دولت افغانستان موضوعی که بارها گفتن در وهله اول او را مطرح میکنن مسئله آتش بس است. این موضوع را دیروز هم آقای عبدالله در سخنرانی افتتاحیه مطرح کرد و از او به عنوان آتش بس بشر دوستانه یاد کرده. معلوم نیست که گروه طالبان تا چه اندازه با موضوع آتش بس موافقت میکنه و تحت چه شرایطی. از طرف گروه طالبان فعلا نمیدونیم که احتمالاً چه موضوعی پیشنهاد کنه همین گروه تماسشان که بعد به نتیجه برسه برای اینکه روی او بحث کنه با دیگر با هیئت مقابلشان. اما موضوعی که طالبان بیشتر مطرح میکردن تا به حالی بوده که برقراری یک نظام اسلامی به تعبیر و تفسیر خودشان از موضوعاتی است که بارها روی او تاکید کرده. فعلا ما چی میدانیم؟ اینو میدانیم که گروه تماس امروز با هم مینشینن و روی یک موضوع برای آغاز مذاکرات هیئت‌های دو طرف به یک نتیجه باید برسن. مسئله دیگری است که هیچ کس نمیدونه، با اعضای هر دو طرف که صحبت کردیم، هر دو هیئت، هیچ کس نمیدونه که این مذاکراتی که فعلا شروع شده چند روز دوام پیدا میکنه، چند هفته دوام میکنه و چند ماه. حتی در خود قطر هم، یعنی همین مذاکراتی که اینجا آغاز شده، جدا از اینکه در دیگر کشورها ادامه پیدا میکنه یا نه، همین مذاکرات اولیه هم نمیدونن که چه مدت طول خواهد کشید. علی حسینی از محل مذاکرات در دوحه گزارش میداد. همزمان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان که برای شرکت در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح به قطر رفته بود، امروز به افغانستان بازگشت. آقای عبدالله پیش از پرواز به سوی کابل در یک نشست خبری در دوحه گفت رسیدن به صلحی پایدار و آبرومند نیازمند حوصله و زمان است. چون اولین بار است بعد از سالهای جنگ و سالهای طولانی جنگ که فرصت برابر شده بود، یقین دارم که مردم افغانستان، کشورهای منطقه و کشورهایی که علاقمند قضیه افغانستان هستند و با ما همکار هستند، همه با علاقمندی زیاد، با امیدواری زیاد به انتظار شروع مذاکره و انشاءالله رسیدن به صلح پایدار و صلح با عزت و قابل قبول بر همه مردم افغانستان هستند. یک مسئله همیست که توقع هم گاهی بسیار بالا می باشه و اینطور فکر میشه چون مذاکره شروع شد و آغاز شد همه مشکلات در ظرف چند روز حل خواهد شد. یار و زور مردم افغانستان داره، همه ما و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با می از اراده آمده که از هر فرصتی که پیش می آید استفاده خوب صورت بگیره و قدم برداشته شود در سهم خود ما و امیدوار هستیم که با می روحیه طرف مقابل دوام بده و انشالله که مردم افغانستان شاهد صلحی که سالها در آرزوش بودن باشه. صحبت های عبدالله عبدالله بود. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. واکنش‌های جهانی به اعدام کشتیگیر ایرانی همچنان ادامه دارد. نوید افکاری شبانه به خاک سپرده شد. در آستانه مذاکرات رسمی طالبان و دولت افغانستان، عبدالله عبدالله میگوید توقع‌ها بسیار بالاست اما همه مشکلات در چند روز حل نمی‌شود. در ادامه برنامه
خشم عمومی در پاکستان پس از تجاوز گروهی به یک زن. شبه نظامیان هشت شعبی عراق از آغاز عملیاتی تازه علیه داعش در استان غربی انبار خبر دادند. هشت شعبی که از گروه‌های عمدتاً شیعه تشکیل شده میگوید در این عملیات 5 تیم از نیروهایش با حمایت سربازان ارتش عراق حضور خواهند داشت. استان انبار از اولین مناطقی بود که داعش تصرف کرد. علی سعدزاده تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت با ما هستند. آقای سعدزاده، چقدر داعش در انبار فعاله با توجه به اینکه چند سال گذشته از سقوط خلافت داعش؟ در انبار همیشه سلول‌هایی از فعالین داعش وجود داشته و پشتیبانی اصلی هم در عراق بیشتر از این استان بوده. فراموش نکنیم که استان انبار یک استان سنی نشین است و مردم عادی انبار هم احساس چندان همگونی با دولت مرکزی عراق نمی کنند، یا به بار دیگر دولت مرکزی عراق موفق نشده پشتیبانی همگانی مردم انبار رو جلب بکنه. ولی اینکه هشت شعبی اعلام کرد که ما یه جنگی رو شروع کردیم در انبار علیه داعش، واقعیت این است که ما نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده. فقط یک نفر به نام آقای قاسم مسله یک اعلامیه صادر کرده، گفته که 5 تا گردان استخبارات یعنی امنیتی، گردان پزشکی و غیره با ما هستن، لوجستیک، و ما داریم در استان انبار میگردیم سلول‌های داعش را پیدا کنیم. بعد مدعی شده که نیروی هوایی عراق ازش پشتیبانی میکنه، ولی مثل که ظاهرا این حرف چندان صحیح نیست، چون هیچ یک از خبرگزاری رسمی عراق و دیگر روزنامه‌های عراقی از چنین عملیاتی خبر ندادن. بنابراین ابعاد این به اصطلاح عملیات، اگر واقعا عملیاتی وجود داشته باشه، هنوز معلوم نیست. شاید هم بیشتر، حدس من این است که بیشتر مسئله جنبه تبلیغاتی داره تا واقعا مسئله عملیات نظامی باشه. اگر که جنبه تبلیغاتی داشته باشه، هشت شعبی میخواد به چه هدفی برسه؟ هشت شعبی یه مشکل بسیار بزرگ داره. مشکل بزرگش هم اینه که ظاهراً آقای کاظمی نخست وزیر عراق تصمیم داره که همونطور که آمریکایی‌ها میخوان، همونطور که بخش بزرگی از مردم عراق میخوان، همونطوری که حتی آیت الله سیستانی 2 هفته قبل در یک اعلامیه اعلام کرده، تصمیم داره آقای کاظمی هشت شعبی رو خلع سلاح کنه یا هشت شعبی رو کاملاً در ارتش عراق ادغام بکنه، چون وجود یک نیروی شبه نظامی خارج از سامانه دولت برای کاظمی خیلی 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 مشکل بزرگی است. دست به رفرم‌های دیگری نمیتونه بزنه تا این یک به اصطلاح تشکیلات منظم مسلحی خارج از دولت وجود داشته باشه. ولی از طرف دیگه هشت شعبی نمیخواد، به خصوص اون بخشی که طرفدار اینا ایران هست، نمیخواد که خلع سلاح بشه. میگه وجود من لازم هست، چون وجود من وابسته هست به مبارزه با داعش. به همین علت هم هست که بعضی موقع اعلام میکنه که ما در اینجا یا در اونجا در عراق در حال مبارزه با داعش هستیم. من فکر میکنم این اعلامیه اخیر هم در ارتباط با اینکه ما شروع کردیم حمله به داعش، در روند اثبات این جریان هست که وجود هشت شعبی در عراق لازمه. ممنونم ازتون، علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. در مینسک، پایتخت بلاروس، مانند یک شنبه های گذشته، مخالفان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری، به خیابان ها ریخته و خواهان کنارگیری او شدند. پلیس با آنها درگیر شده. همزمان در روسیه انتخابات محلی برپاست و مردم نمایندگان مجلس های محلی و استانداران را انتخاب می کنند. مخالفان ولادیمیر پوتین امیدوارند که موضع او در برابر تظاهرات بلاروس و همچنین بیماری مشکوک مخالف معروفش الکسی ناوالنی بر رأی مردم در انتخابات امروز اثر بگذارد. مرداد فرهمند گزارش می دهد. انتخاباتی محلی اما با ابعاد ملی و بین المللی. محکی دیگر بر رهبری ولادیمیر پوتین بر روسیه. مردم روسیه همین 3 ماه پیش پای صندوق رأی رفتند و ادامه رهبری ولادیمیر پوتین را تا 16 سال دیگر امکان پذیر ساختند. اما 2 پیش آمده مهم در این 3 ماه
مخالفان آقای پوتین را امیدوار کرده که نظر مردم از او برگشته باشد. رخداد نخست در بیرون از روسیه افتاد، در بلاروس. نه خیلی بیرون از روسیه. بلاروس حیات خلوت و متحد روسیه به شمار می رود. آقای پوتین چشم به این دوخته که رهبری بلاروس هم به دست او بیفتد. اما هفته هاست که متحد آقای پوتین، الکساندر لوکاشنکو، با تظاهرکنندگانی دست به گریبان است که او را به تقلب در انتخابات متهم می کنند، می خواهند از قدرت کنار رود. آقای پوتین پشت الکساندر لوکاشنکو ایستاده. گفته حاضر است پلیس به بلاروس بفرسته. رسانه ملی بلاروس را هم اکنون نیروهای اعزامی از مسکو اداره می کنند. ایستادن ولادیمیر پوتین در برابر معترضان بلاروس در داخل روسیه هم اعتراض برانگیخته. پیش آمده دیگری که مخالفان ولادیمیر پوتین امیدوارند رأی مردم روسیه را از او بگیرد، چشمها را به این شهر در سیبری دوخته. نواسیبیرسک. الکسی ناوالنی، پرآوازه‌ترین مخالف ولادیمیر پوتین، چند هفته پیش در این شهر این ویدیو را ضبط کرد و انتشار داد که در آن از فساد مالی و سیاسی در تشکیلات کرملین می گفت. چند روز بعد از انتشار این ویدیو، هواداران الکسی ناوالنی او را در حال اغما به آلمان بردند. می گفتند ماموران حکومت به او زهر خورانده اند. آقای ناوالنی اکنون در بیمارستانی در برلین از اغما بیرون آمده و هوادارانش در روسیه مردم را علیه حزب حاکم برمی انگیزند. حزب روسیه متحد. هواداران آقای ناوالنی در اتحاد با دیگر مخالفان ولادیمیر پوتین، ملیگراها و کمونیست‌ها امیدوارند کرسی‌های مجلس‌های محلی و فرمانداری‌ها را از دست حزب روسیه متحد درآورند. نتیجه این انتخابات نشان خواهد داد که حسابی که روی اهمیت الکسی ناوالنی برای مردم ایالات و ولایات باز کرده اند چقدر واقع گرایانه است. مرتضی فرهمند، بی بی سی. در پاکستان یکی از دو فراری که به تجاوز به یک زن متهم شدند بعد از چند روز و در میان خشم و انزجار عمومی خود را تسلیم پلیس کرده. هزاران زن در چند روز گذشته علیه موارد مکرر تعرض و خشونت جنسی، قصور دولت و موضع‌گیری پلیس اعتراض کردند. گزارشی ببینیم از پال هاکینز. زنان پاکستان به سطوح آمدند. بعد از اینکه به یک مادر مقابل چشم فرزندانش تجاوز گروهی کردند، هزاران زن به خیابان‌ها آمدند. اتومبیل زن بخت برگشته وسط یک اتوبان دور و بر لاهور بنزین تمام کرد. در حالی که منتظر پلیس بود، دو مرد مسلح او را از خودرویش بیرون بردند و به او تعرض کردند. یکی از آنها امروز خود را تسلیم کرد. ولی پیش از آن امیدوارم به زودی دو فراری رو پیدا کنیم و بازداشتشون کنیم. همونطور که سروزیر ما گفت، از همه میخوایم به پلیس در پیدا کردن این دو مظنون کمک کنه. پلیس خود هدف انتقاد قرار گرفته، چرا که رئیسش تقصیر را به گردن قربانی انداخته و گفته آن زن نمیبایست در آن وقت شب بدون بنزین در یک اتوبان خلوت رانندگی میکرد. چه جور مدینه فاضلیه؟ این چه جور جمهوری اسلامیه؟ جایی که به یه زن جلوی چشم بچه‌هاش در کلان شهری مثل لاهور گروهی تجاوز می‌کنند. اون وقت رئیس پلیس زن قربانی رو مقصر می‌دونه و میگه نباید فلان و فلان و فلان می‌کرد مایه. وزیر حقوق بشر پاکستان قویاً رئیس پلیس را بر سر مقصر دانستن قربانی محکوم کرد و دولت پاکستان هم گفت حفاظت از زنان کشور اولویت است. خشونت علیه زنان و دختران همچنان در کشوری که به شدت مرد سالار است مشکلی قدیمی است. نمیشه 5 دقیقه توی خیابون راه برید بدون اینکه با چشماشون به آدم تعرض نکنن. حتی اگه برقه روی سرتون باشه فرق نمیکنه. دائما باید حواستون جمع باشه. عجیبه، اینجا همون قد کشور من و خونه منه که کشور و خونه مرد هاست. فعلا پلیس به دنبال فراری دوم و کشور به دنبال پاسخ این سوال هاست. چرا این اتفاق تکرار می شود؟ چرا کاسه کوزه ها را بر سر قربانی می شکنند و چه زمانی این وضعیت تمام می شود؟
پول هاکینز، BBC نیوز. قرنطینه و خانه نشینی برای هر کسی که اعصاب خرد کن باشه، برای نایومی اوساکا تنیس باز 22 ساله ژاپنی خوشیوم بوده. اوساکا که با پیروزی مقابل ویکتوریا آزارنکا از بلاروس قهرمان تنیس اوپن آمریکا شده، گفته که دوران قرنطینه باعث شد که انگیزه مضاعفی برای موفقیت پیدا کنه. پوریا جعفر گزارش میده. استادیوم آرتور اشی شهر نیویورک، بزرگترین استادیوم تنیس جهان، ولی این بار خالی از تماشاگر. فینال انفرادی زنان، ویکتوریا آزارنکا از بلاروس مقابل نائومی اوساکا از ژاپن، هر دو به دنبال سومین قهرمانی در یک تورنمنت عمده. ست اول را آزارنکا طوفانی شروع کرد و 6-1 برد. اوساکا که گیج شده بود، از اینجا به بعد فقط میخواست زیر یک ساعت بازنده نشه و همین هدف بود که باعث شد در این مسابقه ورق برگرده. در ست دوم تلاش اوساکا مؤثر واقع شد و تونست با یک برد 6-3 نتیجه کلی رو 1-1 مساوی کنه. و بعد دیگه راه بازگشتی برای آزارنکا وجود نداشت. ست سوم هم داستانی مشابه ست دوم داشت. برای ضربات سنگین اوساکا پاسخی نبود. 2-1 پیروزی برای اوساکا تا سومین ناکامی در نیویورک برای آزارنکا ثبت شد. اما در آن سوی تور این دختر 22 ساله حالا هر فینال مهمی را که در آن شرکت کرده برده. سومین گرند اسلم برای نائومی اوساکا که دو تای آن در اوپن آمریکا بوده. نتیجه سخت‌کوشی بازیکنی که میگوید دوران کرونا باعث شد اهدافش در زندگی عوض شد. او حالا میخواهد تبدیل به یک اسطوره شود. پوریا جعفر، بی بی سی. به پایان این بخش خبر میرسیم. مثل همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. میتونید برنامه های تلویزیون و رادیو رو هم در سایت بی بی سی فارسی ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی و ساعت پخش رو هم میتونید از طریق سایت ما به دست بیارید. آدرس ما bbcpersian.com. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.